یالا ایسبرگی داره که خیلی معروفه بین دیزاینرها، اینه که شما اول پایین ترین لایه شما میاد یک کانسپتی رو دیزاین میکنید، بعد بر اساس این کانسپت چون شما اطلاعات جمع کردید میاید برای این معماری اطلاعات انجام میدید. وقتی معماری اطلاعات انجام دادیم تازه میدونیم که ما چه فیچرهایی رو قرار ارائه کنیم به کاربر و نحوه تعامل کاربر با این فیچرها میشه اینتراکشن دیزاین، که تقریبا میشه گفت یکی از مهمترین بخشای یو ایکس. و مسئله ای هم که هست اینه که ما توی ایران یو ایکس دیزاینر چند نفر بیشتر نداریم، چون معمولا شرکت ها این ظرفیت این فرصت رو ندارن که بخوان حالا مثلا ما کاملا کاربر محور بخوایم جلو بریم بر اساس حالا دیتا و ریسرچ و اینا. به خاطر همون فقط سعی میکنیم ما یو ایکس دیزاینرها که اینتراکشن رو به یه حدی برسونیم که خوشحال کننده باشه برای اون پرسونامون، بقیه رو راضی نگه داره و پرسونامون خوشحال باشه. و در آخر یک ظاهری، یک فرمی ما به این دیزاینمون میدیم. دیزاین نتیجهش یک فرم بود دیگه، یک فرمی به این میدیم و این تبدیل میشه به یو آی و چیزیه که کاربر و حالا حتی خود کارفرما میبینه. درباره تجربه خوب، ما هر فیچری که میخواییم دیولوب کنیم سه تا چیز باید مد نظرمون باشه. شما وقتی که کاربر محور دارید طراحی میکنید، خب قاعدتا اینا رو میخواید رعایت کنید. ما یک فیچری رو میخواییم اضافه کنیم یا دیزاین کنیم، اولین چیزی که هست باید مفید بودنش رو ما بدونیم که مفیده یا نه. توسط یک سری متدهایی شما میتونید تشخیص بدید که آره قراره از این فیچرتون، این پرسونا و گروه هدفی که دارید قراره استفاده کنه یا نه. و مفید بودن خیلی مهمه. حالا دیزاین میگه که اگر مفید نبود بذاریمش کنار، بذاریمش برای تصمیم گیری های بعدی. بعد حالا این فیچره اگر مفید بود برای همه، خب اگر مفید باشه همه استقبال میکنن و استفاده میکنن از این فیچرتون. باید یوزبل باشه، قابل استفاده باشه، ایراد نداشته باشه، هر موقعی که بخوام استفاده کنم بتونم باش کار کنم، راحتی داشته باشه. و در مرحله سوم میشه دیلایت فول کردنش، یعنی اینکه من این دوتا رو رعایت کردم و در نهایت بیام حالا به زیباییش برسم، به اینکه چجوری این فیچر رو بهترش کنم. که این ستا باید تقریبا توی اکثر تصمیم گیری هامون درباره دیزاین، چه پروداکت باشه چه یک فیچر، باید مد نظرمون باشه. در خصوص یو ایکس دیزاین 5 تا مرحله‌ای که داره، یعنی 5 تا لایه‌ای که داره در واقع یو ایکس دیزاین اینه. از پایین شروع می‌کنیم. لایه اول استراتژیه. ما می‌خوایم بدونیم که برای این پروداکتی که می‌خوایم دیزاین کنیم یوزر دقیقاً چه چیزایی نیاز داره و انتظار بیزینس از اون محصول چیه. شما استراتژی بیزینس رو وقتی بدونید قراره پول در بیاریم ازش، خب این یک استراتژی مربوط به خودشه. نه، قراره انسان‌ها رو خوشحال کنیم، رایگان باشه سرویسمون، دوباره این یک استراتژی دیگه ای رو داره. وقتی استراتژیمون مشخص شد، ما میایم توی لایه اسکوپ و کانتنت و فیچرهایی که لازمه رو مشخص میکنیم. مثلا قراره این پرودکت ما کانتنت محور باشه، قراره کلی کانتنت داشته باشه، خب کانتنتش چی قراره باشه و چه جوری قراره باشه، اینجا ما مشخصش میکنیم. و از معماری اطلاعات توی لایه بعدیش که استراکچر میشه استفاده میکنیم و دیزاین میکنیم که این فیچر چجوری کار کنه، تعاملش چجوری باشه، در کجا باشه. و تقریبا میشه گفت که اصلی ترین مرحله یو ایکس اینجاست که شما دارید درباره چینش فیچرهاتون و اینتراکشنش دارید فکر میکنید. مرحله چهارم میشه اسکلتون که اینترفیسش رو طراحی میکنیم. این مرحله میشه همون اسکچ کردن یا وایر فریم کردن. معمولا توی لایه استراکچر اسکچ میکنن. چرا اسکچ؟ چون دلیلش اینه که خیلی ساده و راحته. شما با یه قلم و کاغذ میتونید اسکچ کنید.
و خیلی ساده در حد نیم ساعت شما میتونید یک اپلیکیشن رو کاملا اسکیچ کنید، بفهمید چی میخواید و هزینه آنچنانی نره براتون دیگه، به جز یک صفحه کاغذ و نیم ساعت وقت. به قسمت لایه بالایش که میرسیم، ما اینجا اسکیچمون مشخص شده، تصمیماتمون رو گرفتیم که چه فیچرهایی رو میخواییم، چه کانتنتی رو میخواییم و چه چیزهایی رو نمیخواییم. میاییم وایر فریمش میکنیم. وایر فریم چیه؟ همون اسکیچه، ولی خب تر و تمیزتر و مشخص شده تر که مثلا اینجا دقیقا چه چیزی قرار باشه. در لایه بعدیش، این چهار لایه کار UX دیزاینره. لایه پنجم که میشه ویژوال و ظاهر، اینجا به بعد از اینجا به بعد کار تحویل UI دیزاینر میشه. حالا معمولا توی اکثر شرکت ها UI و UX دیزاینر یک نفره و دوتاش هم این شخص انجام میده. توی شرکت هایی هم، توی جاهایی هم که UX دیزاینر ما نداریم، خود UI دیزاینر این پنج تا لایه رو در نظر میگیره و با در نظر گرفتن اینا میاد پروداکت رو، حالا مثلا اون UI رو طراحی میکنه. و درباره این مراحل شاید فکر کنید خیلی قرار زمان بر باشه، در حالی که اینطوری نیست. شاید مثلا سه لایه بالا در یک روز یا چند ساعت شما بتونید این رو دیفاین کنید، به نتیجه برسید که دقیقاً چی میخواید، بعد UI بزنید براش، چیزی که کارفرماها احتمال میدن و فکر میکنم خیلی کار زمان بریه و قراره که خیلی زمان ببره، هزینه زیادی داشته باشه براشون. قدیم دوره‌ای که UX نبود، روال کار اینجوری بود. حالا ما مربعت اگر یا حالا مستطیل در نظر بگیریم، حالا یک پروداکتی رو در نظر می‌گرفتم، می‌اومدم می‌ساختم، تستش می‌کردم، بعد یه خوشگلش می‌کردم، یه قالبی روش می‌کشیدم، می‌شد UI، بعد حالا پروداکت رو عرضه می‌کردم. بعدها تصمیم به این شد که وقتی دیفاین شد پروژه چیه، بیان UI بزنن براش و بعد بیلد کنن و تست و دوباره عرضه. ولی طی حالا چند سال اخیر UI و UX اولش مشخص میشه و بعد پروژه بیلد میشه. وقتی UX شما مشخصه، دقیقا معلومه که پروداکت شما چیه، چه اینتراکشن هایی داره و قرار چجوری کار بشه باشون. سه تا سوالی که دیزاین مشخص میکرد که چی باشه، چجوری باشه و نحوه کار کردن باش چجوری باشه، اینا رو مشخص میکنه. شما معمولا دیولوپرا یک اسپرینتی دارید که مشخص میکنید مثلا این فیچر کارهامون طی این دو هفته حالا یا یک ماه، طی این بازه زمانی قرار چجوری باشه، هر کارمون چقدر زمان ببره و چجوری قراره کار کنیم. حالا تیمی میخواید کار کنید، بیشتر شرکت هایی که اسکرام دارن این شکلی دارن کار میکنن و خیلی هم که معروفه. درباره دیزاین چجوری کار میکنه. حالا مثلا برای یک وبسایت ما در نظر میگیریم که اول باید بکش رو بزنم، بعد API بدم، بعد بخوایم فرانتش رو کار کنیم، حالا اون به این باید دیزاینر بیا طراحی کنه. ما یک اسپرینتی داریم به اسم اسپرینت زیرو، اسپرینت صفر. این اسپرینت برای دیزاینر هاست. روال کارش هم اینجوریه، شما قبل اینکه اسپرینت یک رو شروع کنید، دیزاینر باید اسپرینت صفر رو شروع کرده باشه که به شما یک سری دیزاینایی رو برسونه و شما شروع به کار کنید. شما وقتی که دارید مرحله اول رو، حالا اسپرینت یک رو دارید دیولوپ میکنید، اون روی اسپرینت دو کار کنه. اسپرینت هایی هم که داره 5 روزه، حالا 5 روز خیلی جا هم رعایت نمی کنن. اینجوری نیست که ما بگیم 100% همه جا 5 روز رعایت می کنن. نه، اینجوری نیست. شاید اصلا کل فیچر مثل شرکت ما توی 3 ساعت انجام بشه. روز اولی که ما برای این میذاریم اینه که بفهمیم دقیقا درد، مشکل، پین چیه، یوزر چه چیزی نیاز داره، دربارش تحقیق میکنیم، لازم باشه فرم نظرسنجی آماده میکنیم. اگر پروداکت قرار باشه که از صفر ما شروع کنیم، میریم دنبال مردم و اینترویو باشون مصاحبه میکنیم که بفهمیم دقیقا پیناشون چیه. بعد میایم یک سری راه حل برای اینا طراحی میکنیم و اسکچشون میکنیم. حالا از بین اسکچهایی که زدیم، شاید 2 مدل 3 مدل اسکچ باشه، از اینا یکیشون رو انتخاب میکنیم،
پروتوتایپ میکنیم و ولیدیت کردن چجوریه. ما قبلش یک تستی رو میگیریم، اگر اوکی بود بعد حالا این رو ولیدیت میکنیم و ارائه میدیم به دیولوپر که بخواد کارش رو شروع کنه. به صورت کلی هم UX دیزاین این 5 مراحل رو داره. اولش که ریسرچ بود، شما باید بفهمید یوزر دقیقاً چه چیزایی رو نیاز داره و بعد برای اون دیزاین کنید. دیزاین که کردید، پروتوتایپ، تست و نتیجه کارتون رو بعد اینکه یوزر استفاده کرده از اون پروداکت، اون موقع بر اساس راضی بودنش یک سری روندهای تستگیری هست که ما اونجا میجر میکنیم ببینیم که چقدر راضی بوده از پروداکتمون، چقدر ما تونستیم حس خوب بهش بدیم یا یک پروداکتی رو بسازیم که واقعا مشکلش رو حل کرده باشه. دیولوپ همونجور که نیاز به نگهداری کد داره، بعدن حالا شروع میکنن کدها رو بهینه‌تر میکنن، دیزاین هم دقیقا همین مراحل رو داره. دیزاین اینجوری نیست که من یک پروداکتی رو بیام دیزاین کنم، یه کار من تمام شد، خداحافظ توی دو ماه و دیولوپر شروع کنه حالا در عرض 6 ماه تا یک سال بخواد این پروژه رو مثلا بنویسه. دیزاین فرایندی که بهش میگم برای نحوه کار کردنش میگم میک لرنه. شما یک چیزی رو میسازید، بعد ازش یاد میگیرید، میجر که میکنید میفهمید که این خوب بوده یا بد. بعد اینکه میجر شد دوباره همون رو بهترش میکنیم و همینطور که بهتون گفتم هر فیچر و هر پروداکت نوآورانه‌ای که داره میاد به بازار یک سری پین هایی هم داره ارائه میکنه که دیزاینر میخواد با اونا کار کنه. درباره خود حالا نحوه دیزاین، حالا توی گروه بچه ها سوال پرسیده بودن که مثلا چجوری یه طرحی از دریبل و اینا بخواییم استفاده کنیم، به نظر من حالا خیلی اتفاق خوبی نبود. این مباحثی که گفتم یه اپروچی حالا ایجاد میکنه، شما دیدتون نسبت به کل فرایند دیزاین پروداکت تفاوت میکنه و باعث میشه نه خیلی دچار فیچر زدگی بشید، نه خیلی خشک و خالی بخواید شروع کنید. و درباره این مبحثی که چجوری UI و UX بخواید دیزاین کنیم، من خیلی چیزی به جز دیزاین سیستم ها براتون نیاوردم. حالا اگر مایل باشید میتونیم برای یک جلسه دیگه درباره اون و حالا بخواییم ورکشاپ طور یه دونه کار کنیم. ما میایم بعد ریسرچ دیزاین میکنیم برای راه حلمون و قبل ما کسایی بودن که به اون مشکلات برخوردن و اومدن براش یک سری راه حل هایی رو ایجاد کردن که اینها رو مثلا شرکتی مثل گوگل، مثل اپل اومده یک داکیومنتی رو ساخته تحت عنوان دیزاین سیستم که شما میرید الان مثلا سایت materialdesign.io، شما میتونید برید اونجا قسمت کامپوننت ها رو ببینید و ازشون استفاده کنید. مثلا برای نمایش یک اطلاعات زیادی توی یک صفحه، ما دو نوع اطلاعاتی داشتیم که خیلی مهم بوده و میخواستیم جفتش هم توی یک صفحه داشته باشیم. قبلا یکی توی گوگل به این مشکل خورده و اومده یک تبلیوت برای این دیزاین کرده. ما میریم از خود اون دیزاینی که گوگل کرده، از دیزاین سیستمی که کرده، از اون استفاده میکنیم که معمولا برای هر سیستم عامل یک دیزاین سیستمی وجود داره که از اون استفاده میکنم. برای ویندوز فلانت دیزاین که ظاهرش کاملا فرق داره، شاید ویجت هایی داخل ویندوز استفاده میشه که داخل موبایل استفاده نمیشه قطعا و همینطور بالعکس. درباره پروتوتایپ کردن، معمولا ما دوست داریم که اول پروداکت رو رنگ و رو بدیم بهش، بعد بیایم پروتوتایپش کنیم. در حالی که نه، قرار پروتوتایپ خیلی یک چیز سریع باشه. یه چند تا ابزاری که استفاده میشه معمولا اسکچه که حالا توسط پلاگین‌های دیگه پروتوتایپ رو داره ساپورت میکنه، ادوبی ایکس دیه که شما باید یو آیتون رو یا وایر فریم براش بزنید، بعد حالا لینک کنید صفحات رو به هم و بعدش بخواید پروتوتایپ حالا استفاده کنید. فیگما و اینا هستم، ولی یکی داریم اسم مارول اپ. شما روی کاغذ دیزاینتون رو اسکچ میکنید،
از اون عکس میگیرید و لینکشو میکنید و این خودش یک اپلیکیشن اندروید و آی او اس. شما روی گوشیتون میتونید اون پروداکتی رو که مد نظرتون ره اونو پروتوتایپش کنید. بعد از اینکه پروتوتایپ شد شما میتونید از این تست بگیرید توسط یوزر هدفتون که حالا مثلا من دو نوع طرح زدم ببینم کدوم بیشتر مثلا جذابتره، کدوم کارآمدتره، از کدومش استفاده کنم. توسط تستم مشخص میشه که ای بی تست یکی از حالا معروف ترین هاشه، هم مارکترها استفاده میکنن، هم پروداکت دیزاینرها استفاده میکنن، همین که ما استفاده میکنیم. درباره میجر کردنم گوگل یک فریم ورکی داره به اسم قلپرت که یک سری قوانینی رو داره. ما میایم یک سری تسک تعریف میکنیم برای یوزر و یوزر هنگامی که داره این کار رو انجام میده ما یک سری چیزا رو از اینکه حالا ظاهرش چجوری خوشحال شده با کار کردن یا این یه جدولی رو پر میکنیم و بر اساس همون میجر میکنیم. این یکی از روندهای میجر کردنه و قاعدتا روندهای دیگه ای داره که بازم اینترویو بهترین میشه گفت برای این کار. ممنونم که گوش کردید. سوال یا پرسش خاصی داشتید من در خدمت. مارول اپ، marvelapp.com پلی استور و اپ استور هست. اپل استور برای ارزیابی چطور؟ برای ارزیابی پروداکتمون یا اون تجربه؟ پروداکت. برای ارزیابی پروداکت اگر من کارم دیزاین سنتریک باشه، یعنی یوزر رو به عنوان حالا مرکز تصمیماتم باشه، چون ریسرچ کردم و برای اون پروداکت دیزاین کردم تا یه حد قابل قبولی ما اینو قبول داریم که این خوبه، قابل قبول برام. بعدش حالا شما پروداکت رو که ران کردید یک سری ابزارها هستن، مثلا الان فایر بیس میاد به شما یه سری امکاناتی رو میده که شما میفهمید حالا مثلا یوزر چند دقیقه توی این صفحه بوده، کجا رفته. این یک راهشه. توی وبسایت ها یک سیستمی رو داریم به اسم هیت مپ که نصب میشه روی یک وبسایت و کاملا جایی که کلیک شده، یوزر کجا اومده، ماوسش رد شده و اینها، از این طریق میجر میشه. یک روشی هم داریم که آی تریکینگ و داخل تهران فقط یک جا رو میشناسم که این کار رو میکنه، فکر کنم دانشگاه شهید بهشتی هست که یک استودیوی داره و شما میرید اونجا. حالا یک سری کلاهای نمیدونم چی میذارم و توسط حالا آزمایش های خفن میفهمن که شما چشمتون اول به کجا خورد و با کجا کار کردید. درباره این مرحله دومش نظرسنجیه. اگر پروداکت ران شده باشه و شما بپیوندید به این پروداکت، یعنی وسط کار بیاید، نظرسنجی بهترین کاریه که میتونیم بکنیم. ولی استفاده کردن از دیتای اون نظرسنجی اینطوری نیست که من بیام نمیدونم از یک کسی که اصلا پرسونای من نیست، اصلا یوزر هدف من نیست، من بیام ازش نظر بپرسم. نظری که پرسیدم، حالا نظرسنجی که بود، من میام بک‌گراند ذهنیشو میبینم ببینم این نظری که داده بک‌گراندش چیه، چه علمی رو داره، و بعد اگر پرسونام بود و بک‌گراندش قابل قبول بود برام، اینا رو یادداشت میکنم و دنبال راه حل برای اون میگردم. دقیقا این فرایند میک لرنی که گفتم اینه دیگه. شما یک پروداکتی رو دیزاین میکنید، دیولپ میکنید، بعد ازش یاد میگیرید که چیش بد بوده، چیش خوب بوده، بعد همون رو دوباره حالا مثلا دیولپ میکنی، جلو میبرید. قربانش. بله. روش هایی که برای ای بی تست کردن حالا یو آی یو ایکس و دیزاینتون هست کاملا وابسته است به پیاده سازی هاش، یعنی سمت کلاینت هاست،
یعنی اندروید روش ای بی تست خودشه داره یا نه اصلا دنیای دیگه ای داره؟ این دقیقا یه دنیای دیگه ایه با شما. ما دو مدل ببین، ما دو مدل ای بی تست که حالا نه، دو تا تست خیلی مهم داشته باشیم. یکی تو مرحله معماری اطلاعات ما میایم کارت سورتینگ میکنیم، سه تا ستون داریم، پینای یوزر چیه، چه چیزی رو نیاز داره و چه فانکشنی میتونیم براش ارائه کنیم. ما اونجایی که تقریبا میشه گفت اصلی‌ترین تصمیمات رو میگیریم و یک تست کلیمون اونجاست که اونا رو بر اساس دیتایی که ما داریم جدا میکنیم، که یه جورایی تست خودمون داریم تست میگیریم ولی با دیتایی که از یوزر داریم. مرحله دوم تستینگش هم اینجوریه که ما دو تا طرح آماده میکنیم، یک سری تسک آماده میکنیم برای یوزر، یوزر شروع میکنه کار کردن. قبلش حالا باید باهاش صحبت کنید که استرس نداشته باشه درباره پروژه. حالا یک سری اطلاعاتی میدید ولی خب تسکاتون رو اسپویل نمیکنید براش که بدونه قراره چی کار کنه. این کار میکنه. حالا یک دو تا دوربین داریم که داره ضبط میکنه ایموشنش چجوریه و اینکه چقدر طول میکشه. یک سری متریکایی داریم که بر اساس همون تست میکنیم، یعنی و این تستی که شما دارید با تست ما کاملا یه چیز متفاوته. ای بی تستینگ هم معمولا کجا استفاده میشه؟ مثلا مارکترها میان میگن که یه لندینگ پیج بزن با این رنگ با این دکمه فلان. شما یک طرح دیگه ای رو میزنید، دیولپ میکنید، میاد میگه که اگر شما این دکمه رو قرمز زده بودید مثلا فروش بیشتری داشت. شما میاد این دوتا رو، یکی با دکمه آبی یکی با دکمه قرمز، دیزاین میکنید، بعد حالا تست میگیرید از یوزرها ببینید کدوم بیشتر، حالا مثلا انگیجمنت بیشتری داشت، خوشایندتر بود و بعد اون رو انتخاب میکنیم. سوالم اینه که متدولوژی اجایل اسکرام تو کدوم یکی از این مراحل آغاز میشه یا حالا تو ببین سینک میشه؟ چند تا مرحله، این پنج تا مرحله که شما میبینید ما میتونیم اجایل کار کنیم، لین هم میتونیم کار کنیم، توی 5 روز باید انجام بشه. حالا توی کشورهای خارجی توی پروژه‌های بزرگ یکم وقت بیشتری رو میدن، ولی توی تهران شرکتایی که ما معمولا کار میکنیم و زمان نداریم، سریعتر میخوایم یه فیچری رو دیولپ کنیم سریع بریم جلو و معمولا این هر فیچر رو ما یک اسپرینت در نظر میگیریم و 5 روز براش در نظر گرفتیم که روز اول ریسرچ و همون شکلی که حالا تماشا کردم. اسپرینت ها هر کدوم چند بار تکرار میشن؟ جان؟ اسپرینت ها هر کدوم چند بار تکرار میشن؟ یک بار. و اگر مشکلی داشت میفرستیمش برای اسپرینت، اونو همونجا میذاریم، اسپرینت بعدی رو شروع میکنیم تا بعدش که یک فرصتی بشه و بتونیم اونا رو حالا ایرادشو بگیریم. ولی خب فرآیند ما مثل کد شما نیست که شاید مثلا به یه باگی بخورید که 10 ساعت وقتتون رو بگیره. نه، اگر ما اول کار رو خیلی اصولی شروع کرده باشیم خیلی به بن‌بست نمیخوریم. قسمت اینتراکشن دیزاین و معماری اطلاعات، این دوتا بخش بیشترین زمان رو از ما میگیره. اگر اونجا به مشکل نخورده باشیم بعدن هم به مشکل نمیخوریم تو حالا توی مراحل بعدش. عوض میخوام، مثلا ما الان میخواییم یه صفحهی طراحی کنیم، بعد تو این صفحه حالا مثلا یه چیزی رو قرار کاربر انتخاب کنه، ما میتونیم هم مثلا یه اکسپندبل لیست ویو توی اندروید اونجا بذاریم یا اینکه یه اسکرول ویو انتخاب کنیم یا یه حالا API خاصیه کتابخونه خاصی استفاده کنیم. خب این رو دقیقاً یو ایکس دیزاینر مشخص میکنه یا یو آی دیزاینر؟ خب دقیقاً بله، همین وظیفه کدومشونه؟ ببینید وظیفه حالا یو ایکس دیزاینره، یعنی همون یو آی دیزاینر هم یه جوری میشه گفت یو آی زیر مجموعه یو ایکس دیگه، همون یو ایکس دیزاینر ما در نظر میگیریم. حالا توی پروژه‌ای که یو ایکس دیزاینر باشه اون یک وایر فریمی آماده میکنه میده به یو آی دیزاینر و شروع میکنه به کار کردن. و در واقع یو ایکس یک سری قواعدیه که ما میدیم به دیولپرها و اونا شروع میکنن با این قواعد کار میکنن، دستورالعمله، ما چه خاصی نمیدیم.
درباره اینکه یک ویجتی رو چجوری استفاده کنید، شما باید ببینید توی اون صفحه چه اطلاعاتی رو دارید، کدوم اطلاعاتتون برای یوزر مهمتره که کجا نمایشش بدید، و درباره حالا شخصیت و پرسوناتون میدونید که از چه استایلی خوشش میاد، از اون استفاده میکنید. ولی این که دقیقاً چی و کجا استفاده کنیم و چی و کجا استفاده نکنیم، اون میشه پرینسیپل. حالا اگر مایل بودید یه جلسه مثلا یک ساعته یا دو ساعته میتونیم، یعنی در واقع همون قوانینی که شما میگید، مثلا گوگل میگه که اینجا باید شما لیست ویو انتخاب کنی حتما، این پرینسیپل ها رو شما میگید، این پرینسیپل ها رو داریم. ولی خب اون بایدی که گوگل میگه برای ما باید نیست، بر اساس یوزری که من دارم خودم انتخاب میکنم از اون دیزاین سیستمش. حالا اومده دیزاین سیستمش رو کد کرده، داخل استیکرش گذاشته که دیولپر راحت باشن، دلیل قطع بر این نیست که من باید از این استفاده کنم. آرانش سوال دیگه نبود؟ نبود؟ دستتون درد نکنه، مرسی که وقتتون رو به من دادید.